دیابلو یکی از معروفترین بازی‌های شرکت بلیزارد. از 22 سال پیش که اومده فقط 3 تا نسخه برای پلتفرم‌های مختلف بیرون دادن. توی این سال‌ها مدام اشکالاتش رو برطرف کردن و توی هر قسمت یا DLC یه سری کاراکتر و کلاس جدید اضافه کردن که جذابیت بازی رو بالا نگه داره. الان هم نوبت نینتندو سویچ رسیده. یه بازی وقتی میاد برای سویچ باید روی صفحه نمایش کوچیک توی حرکت و روی دست راحت بشه بازیش کرد. دیابلو برای نینتندو سویچ هر دوتا شرط و حسابی داره. خب یه بخش عمده‌ایش هم برمیگرده به ماهیت بازی که احتیاج به نشونه‌گیری‌های خیلی دقیق نداره، یا یه چیزای خیلی ریزی باهاش سر کار ندارید که احتیاج داشته باشه یه صفحه نمایش بزرگ داشته باشید و تمام اون ریزکاری‌ها رو بتونید ببینید. ماجرا از این قراره که سالیان ساله که روح سه تا شیطان بزرگ رو توی دیوارهای سنگی یه معبد زندانی کرده. بعد از سالها پادشاه تصمیم میگیره که معبد رو به کلیسا تبدیل کنه. دیابلو و دو برادر اهریمنش فرصت و غنیمت میشمرن و خودشون رو آزاد میکنن و دوباره وارد دنیای انسان ها میشن. بازی به بخش داستانیش خیلی گیره و همین نوع بازی رو خطی میکنه و باید یه جورایی همه مأموریت ها رو به ترتیب برید. داستانگویی بازی برعکس ویدیوهای تبلیغاتیش جذاب نیست و مقطعه. اگر پیگیر داستان نباشی میتونی بارها تمومش بکنی ولی همچنان نفهمیده باشی که داستان چیه و فقط مأموریت ها رو تموم کرده باشی. یکی از اشکالاتی که دیابلو روی نینتندو سویچ داره این هستش که وقتی داری با یه سری آدم دیگه بازی میکنی، اگر بخوای بری و یه سری تغییرات روی کاراکترت بدی، مثلا لباس عوض کنی، مثلا اسلحه‌ات عوض کنی یا یه سری تغییرات توی توانایی‌ات بدی، تمام آدما رو میبره روی پاز و بازی رو برای اونا متوقف میکنه. بلیزارد اعلام کرده بود که این بازی با 60 فریم در ثانیه خواهد بود. یکم که بازی کنید میتونید حس کنید که همه چیز خیلی نرم و روونه، حتی جاهای شلوغ پلوغ هم اصلا باعث نمیشه که کم شدن فریمی رو حس کنید. البته رزولوشن 720 یکم شفافیت تصویر رو گرفته و همش یه مهی رو روی تصویر حس میکنید. اصولا بین این همه بازی قدیمی که داره برای کنسول‌های جدید بازسازی میشه، خیلی هاشون دیگه کششی برای بازیکن‌های جدید ندارن یا انقدر سلیقه‌ها فرق کردن که مشتری‌های قدیمیشون هم رغبتی به بازی کردنشون ندارن. اما این یکی استثناست. تازه قابلیت جدید و بهتری هم بهش اضافه شده که میتونی همیشه و همه جا بازیش کنی. حواستون باشه، بازی که تونسته انقدر مخاطب و بیشتر از 20 سال با 3 تا نسخه تا الان نگه داره، یعنی اینکه جنسش خوبه و میتونه روحتون رو عین دیابلو و برادراش اسیر کنه. البته اگه به روح اعتقاد داشته باشید.